بدتر شدن وضعیت بشری و اقتصادی روز افزون در افغانستان، این گونه که شاخص جهانی فقر در تازه‌ترین یافته‌هایش می‌گوید که افغانستان نسبت به سال 2023 میلادی در شاخص جهانی فقر دو پله سقوط کرده و در میان 127 کشور در جایگاه 116مین قرار گرفته است. این سازمان افغانستان را در جمع 36 کشور قرار داده که وضعیت فقر در آنها جدی خوانده شده و در این شاخص آمده که 30.4% مردم افغانستان با سوی تغذیه روبرو هستند و در افغانستان 5.8% کودکان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می دهند. افغانستان امسال با به دست آوردن رتبه 116 سطح گرسنگی در این کشور افزایش یافته است. 30.4% جمعیت افغانستان دچار سوء تغذیه اند و 5.8% کودکان در این کشور قبل از 5 سالگی می میرند. 44.6% کودکان زیر 5 سال در افغانستان قد کوتاه‌تر از اقتضای سنشان دارند. این ارزیابی کوتاهی قد کودکان را نماینگر ابتلای آنها به سوی تغذیه مزمن عنوان کرده است. بیشتر سازمان ملل متحد نیز گفته بود که در حال حاضر بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برخی از شهروندان کشور نیز با نزدیک شدن فصل سرما نگران بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان هستند. بازار نیست دیگه، قدم کار بار نیست دیگه، روز ساعت یک نیم ساعت کار میشه دیگه، روز یافت نمیشه دیگه. مقصد هم یک دو سانان پیدا میکنیم خلاص دیگه، میریم طلب خانه خود خلاص دیگه. اما وزارت اقتصاد میگوید که با وجود چالش‌های موجود برای تحرک اقتصادی کشور برنامه‌های روی دست دارند. سره لدې چې روان اقتصادي وضعیت د بندیزونو بانکي زیرمو له کنګل کېدو او د پراختی مرستو د ځنډېدو او حتی د بشري مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له اغېزو سره مخامخ و، خو بیا هم د اغیزمنې اقتصادي تګلارې او برنامو له امله د تیر کال په پرتله اقتصادي تحرک رامنځته شوی. د خوړو خوندیتوب سره مبارزه، د ټولنیز مسؤلیت، د کارموندنې د فرصتونو په برابرولو او په تدریجي ډول د بېوزلۍ د کچې د راټیټولو ته لومړیتوب ورکړل شوی. برخی از آگاهان اما قطع و کاهش کمک های جهانی را دلیل برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور می دانند. اینا میپذیریم که مشکلات اقتصادی هنوزم وجود داره، به دلیل اینکه افغانستان متکی به کمک های خارجی بود و این کمک های خارجی که قطع شد وضعیت به اینجا کشید. اما با گذشت هر روز ما شاید بهبود وضعیت اقتصادی مردم و وضعیت اقتصادی افغانستان میباشیم. شاخص جهانی فقر توسط سازمان‌های دولتی اروپایی در سراسر جهان تهیه می‌شود و نتایج آن در اکتبر هر سال منتشر می‌شود. رواندا و سودان جنوبی با گرفتن 35 تا 49.9 امتیاز در سطح فقر هشدار دهنده دسته‌بندی شدند.